مهمان من جوانی است که در ماه ژوئن سال جاری میلادی از میان شمار زیادی از جوانان افغانستان به عنوان نماینده جوانان کشورش در سازمان ملل برای سال 2018 برگزیده شد. رامز بختیار هفته گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کرد و از جمله گفت که جامعه جهانی جوانان افغانستان را فراموش کرده است. مشکلات امروز جوانان افغانستان کدامند و راه حل این مشکلات چیست؟ چه کسانی قرار است آنها را حل کنند؟ نقش خود جوانان در یافتن راه حل برای مشکلاتشان چیست؟ و نماینده آنها در سازمان ملل در این زمینه چه کار می‌تواند بکند؟ آقای رامز بختیار، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر. خوشحال هستم که با شما در برنامه هستم آقای فانی. جوانانی مثل شما آقای بختیار به چه شکل انتخاب میشن؟ طی چه پروسه‌ای و چه کسانی شما را انتخاب میکنن عنوان نمایندگان کشورتون؟ برنامه‌ای که امسال یک نماینده جوان از افغانستان بر سازمان ملل انتخاب شدی، اولین بار بود که برنامه در افغانستان راه اندازی شد. کشورهای دیگه هم نمایندگان جوان بر سازمان ملل دارند. البته باید بگویم که بیشتر کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته، کشورهایی که توسعه پیدا کردن، اونا نمایندگان جوان دارن، کشورهای غربی بیشتر. ما از کشورهای آسیایی زیاد، مخصوصا از کشورهای جنوب آسیا، زیاد نمایندگان جوان بر سازمان ملل نداریم. مثلا از پاکستان یا از هند یا از ایران که همسایه ماست، یا فرض کنیم از نپال، ما نماینده جوان در سازمان ملل نداریم. ولی برای افغانستان هم برای اولین بار این برنامه از طرف دولت هالند، مخصوصا سفارت هالند در کابل، دفتر یونما و وزارت خارجه هالند افغانستان در کابل راه اندازی شد. این پروسه یک پروسه رقابتی 4 مرحله‌ای بود، از درخواستی آنلاین گرفته تا مصاحبه در رو در رو و یک رقابت نهایی مناظره و سخنرانی، که این فرمت در دیگر کشورها هم تعقیب شده و اونا هم بینه میشه و نماینده جوان را انتخاب میکنن. برنامه‌ای که یک نماینده جوان در سازمان ملل انتخاب میشه تقریبا در بسیاری کشورها بر یک سال است و در افغانستان هم که برای اولین بار اندازی شده بر یک سال است، بر 2018 ما انتخاب شدیم و امیدوار هستم که دولت افغانستان یا کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن سال بعدی هم این پروسه رو اندازی بکنن و یک نماینده جوان دیگر رو به سازمان ملل بفرستن. بسیار عالی. خیلی خوب. حالا شما آقای بختیار به چه شکلی جوانان کشورتون رو در سازمان ملل نمایندگی میکنید؟ یعنی چه کار میکنید در واقع که نشون بده شما نماینده جوانانتون هستید؟ کاری که کل نمایندگان جوان میکنن ایست که اولی که این کار یک کار رضاکارانه است. هیچ امتیازی نماینده جوان در سازمان ملل دریافت نمیکنه، نه دفتری، نه امتیازی، معاشی. یگانه کاری که نمیکنن ایست که انتفاعی حقوق نمیگیرین شما. نه خیر، نه، کلا یک کار غیر انتفاعی است. ولی کاری که نمایندگان جوان میکنن ایست که در مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک میکنن و در کمیته سوم که در هفته اول اکتبر راه اندازی میشه اونا سخنرانی میکنن. منتها امسال برای ما اینا فرصت بیشتر دادن و مرا دعوت کردن که در شورای امنیت سازمان ملل هم سخنرانی بکنم. این گذشته نداره، سابقه نداره. هیچ نماینده جوان که در سازمان ملل است از دیگر کشورها این فرصت نداشته که در شورای امنیت سخنرانی بکنه، به خاطری که مناظره شورای امنیت موضوعش در مورد افغانستان بود و اونا خواستن که یک کسی، یک جوان هم فرصت پیدا بکنه که بیایه شورای امنیت به اصطلاح بریف کنه در مورد وضعیت افغانستان. بله، این توضیح بده در مورد وضعیت افغانستان از زبان یک جوان افغان. خب حالا شما در جلسه شورای امنیت همطور که گفتین برای اولین بار یک نماینده جوان رو شرکت دادن که صحبت بکنه در اونجا، و شما در اونجا به جلسه گفتید که جامعه جهانی جوانان افغانستان را فراموش کرده. منظورتون چیه؟ یعنی چرا فکر میکنین جامعه جهانی فراموش کرده جوانان افغانستان؟ من فکر میکنم که یک
تعداد زیادی از مردم افغانستان فکر میکنن که جامعه جهانی اونا را فراموش کرده، مخصوصا پس از 2014 زمانی که حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان کم شد و کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کاهش پیدا کرد. یک شمار زیاد از افغان‌ها به این باور هستند که جامعه جهانی اونقدر توجهی که پس از 2001 یا پس از 2002 به افغانستان داشت اون مقدار توجه رو به افغانستان نداره. موضوعاتی که بیشتر از طرف آگاهان سیاسی و کارشناسان در مسئله افغانستان مطرح میشه است که جامعه جهانی مخصوصا متحدان اصلی افغانستان در 17 سال گذشته مثل ایالات متحده آمریکا در معادلات سیاسی فشاری که افغانا بعضی وقتا توقع داشتن را بالای همسای افغانستان نیاورده یا به اون گونه که باید در معادلات کلان منطقه‌ای به گونه که افغانا در بعضی موارد توقع داشتن را باید حمایت میکردن او قدر حمایت صورت نگرفت. ولی آقای بختیار نگرانی باعث از این میشه که اونا احساس کنن که توسط جامعه جهانی فراموش شده. فراموش شده. ولی این مسئله که شما مطرح کردین در واقع مجموعه افغانستان را در بر میگیره و نه فقط جوانان افغانستان، یعنی اون به اصطلاح فشاری که مثلا شما صحبت کردین که باعث به همسایگان افغانستان بیاد یا اینکه به هر حال منظورتون وضعیت جنگ دیگه بیش از هر چیز دیگه و ناامنیه. خب این که مستقیما ربط فقط به جوانان نداره، من منظورم اینه که شما چرا فکر میکنین جوانان افغانستان تنها گذاشته شدن؟ یعنی چه کاری بایستی در مورد جوانان میشده که مثلا جامعه جهانی نکرده در مورد افغانستان؟ خب من فکر میکنم من قسمی که در شورای امنیت سازمان ملل هم گفتم، من گفتم که یک تعداد اکثریت افغان ها فکر میکنن که توسط جامعه جهانی فراموش شدن، نه تنها مشخصا به جوان ها اشاره نکردم، ولی در بخش جوان ها من فکر میکنم چند کار عمده که میشد ما بهتر از این 17 سال گذشته در افغانستان انجام میدادیم این بود که ما روی نظام آموزشی افغانستان میتونستیم بیشتر کار کنیم، روی اشتغال زایی میتونستیم بیشتر کار کنیم، میتونستیم جوانای افغانستان با کشورهای دیگه خوبتر و بهتر وصل بسازیم و از جوانایی که در بخشهای مختلف کار میکنه اونا را میتونستیم خوبتر و بیشتر حمایت بکنیم. شما میفهمین که جوانا در افغانستان کارهای فوق‌العاده انجام میتن ولی کل اینا فرصت ازیر پیدا نمیکنن که او کارهای فوق‌العاده که اینا انجام میتن را بیاین با دیگه کشورها شریک بسازن. شما شاید از این هستین که تیم روبوتیک افغانستان، تیم روبوتیک دخترها در افغانستان، اونا ویزهشان برای امریکا به خاطر یک برنامه در ابتدا رد شده بود. بنابراین جوانای افغانستان به خاطر که افغانستان یک کشور در حال جنگ است، در اونجا بیشتر از 20 گروه تروریستی که حکومت افغانستان میگه در اونجا حضور دارن، بنابراین یک دیدگاه منفی در برابر اونا وجود داره، بنابراین آزادانه نمیتونن با جوانای دیگه کشورها، با اجتماعات دیگه جایا اینا بسیار به سادگی نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. یعنی امکاناتی که جوانای دیگه احتمالاً دارن، یعنی منظورتون که امکاناتی که جوانهای دیگر کشورها ممکنه داشته باشن در اختیار به اون شکل در اختیار جوانان افغانستان نیست. حالا شما به من بگید که عاجلترین و مهمترین مشکلات امروز جوانان افغان چیه؟ امروز هم من فکر میکنم کلانترین مشکلی که جوان افغانستان با او روبرو هست ایست که نظام آموزشی افغانستان جوان افغانستان برای مارکت کار آماده نمی سازه. به همین خاطر است که وقتی که جوان ها از پانتران فارغ میشن باز اینا یک مدت زیاد دنبال ازی هستن که چطور بتانن وظیفه که خوش دارن برای خودشان پیدا بکنن. دو ایست که ما برنامه های فراتر از مزامینی که در دانشگاه ها در مکاتب داریم را برای جوان افغانستان نداریم. من فکر میکنم مهمترین بخشی که باید افغانستان روی و کار صورت بگیره است که ما نظام آموزشی افغانستان بروز بسازیم، ایرا مدرن تر بسازیم، نوتر بسازیم و دیگه یکی جوانای افغانستان باید برشان احساس ازی داده شود که تحولات کلان مخصوصا سیاسی که در افغانستان رخ میده اونا سهم دارنده و اونا یک بخش از او هستن، صدای اونا شنیده میشه. ما امروز در اداره افغانستان خوشبختانه جوانا را داریم
و ای تا یک حدی امیدوار کننده است، ولی ما نتیجهش نمیفهمیم که ای اجتماعی که امروز در اداره افغانستان است چقدر میتونه یک تحول کلان برای آینده افغانستان ایجاد بکنه. ولی ما هنوزم فکر میکنیم که جوانایی که در ساعات دوردست هستن، که درس نخواندن، در اطراف زندگی میکنن، به اونا باید بیشتر توجه شود. حالا به اون میرسیم. اتفاقا سوالاتی در این مورد دارم که در واقع مربوط میشه به نمایندگی شما از طرف جوانان افغانستان. ولی خب شما این مشکلاتی که مطرح کردین، گفتین باعث این اتفاقات بیفته، اینا روی سخنتون بیشتر به دولت افغانستان یا به جامعه جهانیه؟ یعنی چه کسانی باعث مسائل مثلا آموزشی که شما اشاره کردید بهش در افغانستان حل بکنه؟ فکر میکنم به هر دو، هم به دولت افغانستان، هم به جامعه جهانی و هم حتی به خود جوانای افغان. یک چیزی که من اجازه میخوام به او از شما که اشاره بکنم است که وقتی شما با کسایی که غیر افغانستان مثلا در امریکا یا چند روز در هالند بودم، شما با اونا میبینین کسایی که در مسائل کلان تصمیم گیر هستن، امروشان گپ میزنین، سوال اول از این است که ما بر افغانستان چی کرده میتونیم، ما افغانستان چطور جور کرده میتونیم. سوال اول اونا است که شما افغانستان چطور میخواین جور کنین. حرف اول اینا این است که ما به افغانستان این برنامه را داریم. حرف اول اونا است که افغانا خودشان برای ساختن افغانستان چی برنامه دارن. به این دلیل و بیشتر تاکیدم روی ازی بود که جوانای افغانستان باید بیشتر کار کنن، کل افغانا باید بیشتر کار کنن، مخصوصا افغانایی که فرصت بیشتر برشان داده شده. و با دوستای افغانم که در امریکا زندگی میکنن یا درس میخوانن، با اونا دیدم و حرفم برای اونایی بود که اونا باید همیشه در مورد افغانستان فکر کنن، برای افغانستان باید بیشتر کار کنن، به خاطر از اینکه نقش اساسی و مسئولیت اساسی در برابر افغانستان باید کل افغان ها داشته باشند. و هر افغان، حتی من ایسی یک فردم، میتونه نقش بسیار کلان در تغییر در افغانستان داشته باشه. بسیار خوب. حالا بخشی از این مسئله که شما مطرح کردید برمیگرده به خواسته های جوان های افغانستان که از دولت کشورشون میخوان و همینطور میخوان که جامعه جهانی هم کمکشون بکنه در این زمینه. مسئولیت و وظیفه خود جوانها برای بسیج به اصطلاح افکار عمومی جوان برای اینکه به این مسیر بره چیه؟ و به خصوص مسئولیت شخص شما، شما الان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل هستید و یک سال فرصت دارید که به هر حال این خواستها رو مرور بکنید، مسائل رو مطرح بکنید و به دولت افغانستان یا جامعه جهانی بگید. آیا این مسئولیت شما و دارین در این زمینه کاری میکنید؟ ما قسمی که بیشتر اشاره کردم، کاری که کل نمایندگان جوان میکنن ایست که اینا بیاین در مجمع عمومی شرکت بکنن، اینا به نمایندگی از جوانانشان گپ بزنن و اونجا خواسته را مطرح بکنن، بعد اینا برن به کشورشان با یک تعداد از جوانان ببینه و کار کنن. من بیشتر از 5-6 سال میشه که با جوانان در افغانستان کار میکنم و با 34 ولایت افغانستان سفر کردیم و با جوانان در کل ولایت های افغانستان کار کردیم و بدون شک به این کار ادامه میدم. مسئولیت جوانان افغانستان امروز من فکر میکنم ایست که اینا باید صدای منطقی تر و حرف قوی تر و بلندتر برای گفتن داشته باشه زمانی که ما وارد معادلات منطقی، معادلات جهانی میشیم، باید داشته باشن. مسئولیت هر افغان است که باید به گونه‌ای که ضرورت است از کشورش نمایندگی بکنه. و همیشه ایره وقتی ما میایم در مورد ازی گپ میزنیم که دیگر ها در افغانستان مصروف چی کار هستن، دیگر کشورها در افغانستان مصروف چی کار هستن، باید بیشتر خود ما متوجه ازی باشیم که ما چگونه یک افغانستان میخواییم. ما زیاد در مورد آینده افغانستان گپ نمیزنیم، ما زیاد در مورد گذشته افغانستان گپ میزنیم که متاسفانه گذشته خوب نیست. یا ما در مورد حال افغانستان گپ میزنیم بسیار زیاد که بازم متاسفانه حال افغانستان هم یک حاله. سوال من این بود آقای بهتو، عذر میخوام من حرفتون رو قطع میکنم، سوال من این بود که شما به عنوان نماینده افغانستان چه کار دارین میکنین در این زمینه؟ یعنی این که شما میگین که ما باید صدای قوی تری داشته باشیم، ما باید مسائل خودمون رو رو به آینده داشته باشیم صحبت بکنیم، اینا مستلزم اینه که شما حتما با جوانهای مختلف و اقشار مختلف جوانان در افغانستان صحبت بکنین یا راهکارهایی داشته باشین که بتونین اینها رو بسیج بکنین در این زمینه ها. این کار رو شما دارین میکنین الان یا نه؟ من این کار میکنم و من به این کار ادامه میتونم. ما در افغانستان گروه های مختلف از جوان ها
هستن که همیشه کار میکنن، همیشه دنبال مفکوره ها و ایده های نو هستن. کاری که مد کابل میکنم، مد کابل یک وظیفه رسمی دارم، من با یک نهاد رسانه‌ای کار میکنم، در کنارش من با جوانا در نهادهای مختلف کار میکنم و امرای از اونا گفتمانهایی را برگزار میکنیم، گفتمان در مورد انتخابات، گفتمان ها در مورد دموکراسی، گفتمان در مورد آینده افغانستان و اینکه افغانستان در کجا خواهد بود. به خاطر که باور من است که چیزی که نسل نو افغانستان ضرورت داره است که اینا باید بیشتر فرهنگ گفتگو و گفتمان برش علاقمند باشه و همدیگر بیشتر بپذیرن که بتانن از تیف‌های مختلف اجتماعی، از گروه‌های مختلف اجتماعی بتانن با همدیگر کار کنن. من بیشتر تلاشم به ایست که نسل نو افغانستان یک تصویر نو که در افغانستان در حال ایجاد شدن است، این تصویر بتانه به جهانیان نشان بده. من تلاش میکنم در تا چند مدت دیگه که من رئیس نماینده جوان افغانستان سازمان ملل هستم، بتانم یک بخشی از صدای جوان افغانستان، نسل نو افغانستان برای جهانیا باشم. من در همین روزهای نزدیک به کنفرانس در سویدن دعوت شدیم که در ماه دسامبر است و در اونجا من بدون شک در مورد نسل جوان افغانستان، در مورد جوان افغانستان و در مورد خواستای اونا گپ خواهد زدم. خیلی خوب، حالا شما پیشتر اشاره کردید به صدا کارهایی که باید در مناطق روستایی بشه در افغانستان و ممکنه به شما ایراد بگیرن آقای بختیار که شما در بهترین حالت نماینده یک بخش از جوانان شهرنشین افغانستان هستید، در حالی که مناطق جوانان مناطق روستایی افغانستان خواستشون، نیازهاشون کاملا متفاوته و شما به هر حال اون رو نمایندگی نمی کنید که اکثریت جوانان افغانستان هستند. جوابتون چیه به این، اگر به این انتقاد از شما بکنه؟ هر انتقاد در هر موردی که باشه من انتقاد منطقی میدانم و ما باید به هر انتقاد باید به گونه مسئولانه نگاه بکنیم، باید او پاسخ بدیم. ما در یک روستا در افغانستان زاده شدیم، ما در اونجا کلان شدیم، در اونجا زندگی کردیم. من ایسی یک کودک ما در جای زندگی کردیم که در اونجا آموزش پرورش اصلا جای نداشت، جایگاه نداشت. در پالوی از اومده 5-6 سال گذشته، قسمی که پیشتر گفتم، من فرصت از این داشتم که به کل ولایت افغانستان سفر بکنم، با جوانا، با نهادهای جامعه مدنی کار کردیم. در کابل هم ما با کسایی که در رده‌های بلند دولتی کار میکنن، من زیاد با اونا کار نمیکنم. من بیشتر با کسایی که در دانشگاه ها درس میخوانن، جوانایی که در نهادهای کوچک مدنی کار میکنن و کارهای که از ابتدا آغاز میکنن، من با او جوانا کار میکنم. من با حرکت صلح مردمی که از هلمند حرکت کرد به کابل آمد، اونا فعلا در مزار هستن، من با اونا دیدم و من پیام مشخصی از اونا را در گپایم در شورای امنیت سازمان ملل داشتم. ما میفهمیم که هلمند یک ولایت دور افتاده هست، یک ولایت ناامن است. در کنار از این در جاهای مختلفی که جوانا کار میکنن، ما اونا از نزدیک به تماس هستم. من موافق هستم با این که اکثریت جوانان افغانستان در شهرها زندگی نمی کنن، اونا در روستاها زندگی می کنن، اونا امکانات به مراتب کمتر دارن نسبت به کسایی که در شهرها زندگی می کنن. من 2015 به ولایت دایکنجی رفتم. شما وقتی با دایکنجی برین، یک تصویر بسیار متفاوت و نگران کننده را از وضعیت کودکا، از وضعیت جوانا و مخصوصا از وضعیت خانم‌ها در اونجا می‌بینن. اونا مکتب ندارن، اونا روی فرش در یک فضای باز درس می‌خوانن. این بسیار نگران کننده است. بنان من می‌دونم که یعنی منظورتون که شما آگاه هستید در این زمینه نسبت به مسائل و نیازهای مناطق روستایی و جوانان روستایی افغانستان، ولی شما اشاره به سوال کردید آقای بختیار. مسئله اینه که به هر حال از چندین ساله که مسئله صلح یک مسئله روز افغانستانه و بحث در موردش میشه، شورای صلح تشکیل شد و به نظر میرسه که سیاستمداران افغانستان برای رسیدن به صلح در واقع کاملا ناموفق بودن تا به حال. با توجه به این که بخشی از نیروهایی که در
داخل افغانستان می‌جنگند و به خصوص اونهایی که به طالبان می‌پیوندند اصولاً نیروهای جوان هستند. تو خودتون در سازمان در شورای امنیت هم گفتین درصد بالایی از جمعیت افغانستان زیر 25 ساله. شما جوانان در این زمینه چه کار میتونین بکنین که سیاستمدارها برای رسیدن به صلح نتونستن بکنن؟ کاری که جوانان میتونن به خاطر آوردن صلح در افغانستان بکنن ایست که در مورد صلح گپ بزنن و یک دیدگاه کلی و اکثریت شمول را در مورد از اینکه صلح در افغانستان فراهم شود را اینا باید ایجاد بکنن و این کار است که جوانان افغانستان میکنن. ما فکر میکنیم که اکثریت مطلق نسل نو افغانستان خواستار از اینکه در افغانستان باید صلح بیاید. منظورم است که صلح از یک راه تفاهم با مخالفین مسلح افغانستان، اگر من مشخص نام ببرم، با طالبا. مسئله صلح افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده است، پیچیده تر از مسئله جنگ و صلح کشورهای دیگر که ما بعض وقتها به او اشاره میکنیم. مسئله صلح افغانستان بسیار مسئله پیچیده است، به خاطر که در مسئله جنگ و صلح افغانستان کشورهای منطقه بسیار زیاد دخیل هستن، به گونه روزمره دخیل هستن و اونا نقش خود در اونجا باید ببینن. به این خاطر من فکر میکنم که ممکن است با در آینده نزدیک بتانیم با یک بخش از نیروهای مخالفین مسلح دولت افغانستان پیشرفت خوبی در قسمت گفتگوهای صلح داشته باشیم. ولی صلح در افغانستان به معنای ازی باید باشه که جنگ ختم میشه و مردم عام افغانستان بدون جنگ در یک فضای آرام زندگی میکنن. این خواست اصلی مردم افغانستان. بسیار خوب آقای بختیار، حالا ظاهرا امریکایی‌ها موافقت کردن که با طالبان صحبت بکنن، طوری که تو خبرها اومده بود، و احتمالاً قدم بعدی اینه که با دولت خود افغانستان هم صحبت بشه و نهایتاً اگر که به توافق برسن، یعنی صلح، و این صلح به معنای اینه که بخشی از طالبان و در حکومت افغانستان شریک بشن و شراکت در حکومت به معنای اینه که بخشی از روش حکومتداری طالبان باید بیاد وارد به اصطلاح شیوه حکومتداری فعلی افغانستان بشه. آیا شما در این زمینه اگر این اتفاقات بیفته نگران نیستید که ممکنه بسیاری از دستاوردهایی که افغانستان کسب کرده، به خصوص آزادی ها و دستاوردهایی که جوان های افغانستان داشتن و دارند در حال حاضر به خطر بیفته؟ من فکر میکنم که بسیار پیش از وقت خواهد باشه که ما در مورد از این قضاوت بکنیم یا نظر بدیم که روش که طالبا فرض کنیم پس از آمدن به یک بخش از حکومت را پیشنهاد میکنن اون روش چی خواهد بود. ولی ما با شما موافق هستیم که در این قسمت نگرانی ها وجود دارن. نگرانی ها از طرف مدافعین حقوق بشر در افغانستان وجود دارن، نگرانی ها در قسمت دستاوردی که ما در بخش آزادی بیان در افغانستان داشتیم، نگرانی ها وجود داره در قسمت حضور فعال خانم ها و زن ها در افغانستان وجود داره. ما فکر میکنیم این نگرانی ها درست است و این نگرانی ها بجای است، ولی تلاش باید هم از طرف مردم در افغانستان، هم از طرف نهادهای که دادخواهی میکنن برای فعالیت مدنی در افغانستان و مصرف دولت افغانستان و جامعه جهانی باید صورت بگیره که دستاوردهایی که ما در بخش‌های مختلف در افغانستان داشتیم باید اونا زیر سوال نرن. دستاوردها باید از دست نرن. ما باید برای آینده افغانستان فکر کنیم، کار کنیم. هیچ فرصتی برای ازی وجود نداره که ما دوباره به گذشته برگردیم. و ما فکر میکنیم هیچ کسی در افغانستان با این موافق نیست که با هیچ روش افغانستان دوباره به پس از قبل از 2001 برگرده. بسیار خب آقای بختیار، الان در حال حاضر شاید مهمترین موضوع در افغانستان مسئله انتخابات پیش روه که زیاد چیزی نمونده به اون. شما در سال 2014 یک نیروی بسیج کردید از جوانان که بتونن یه طوری نظارت بکنن بر صحت انتخابات. آیا الان همچنین برنامه‌ای دارید برای انتخابات آینده که همچنین کاری بکنید؟
نه ما برای انتخابات پارلمانی که قرار است برگزار شود ما اوتور برنامه ندارم، ولی جوانایی که کاندید هستند برای انتخابات پارلمانی ما فکر میکنم ما با اعتداد از اونها گپ زدیم، ما با اعتداد از اونها دیدیم، اونها برنامه‌ای بسیار گسترده به خاطر نظارت از انتخابات دارن و این یک گام بسیار نیک است. حضور جوانا برای رقابت در انتخابات پارلمانی پیش رو یک چیزی من فکر میکنم حتی یگانه چیزی امیدوار کننده بر مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی پیش رو همیست که یک تعداد زیادی از جوانا دارن رقابت میکنن به پارلمان و ما امیدوار هستیم که انتخابات برگزار شود و ما یک پارلمان با چهره های نو و با برنامه ها و با گفته با حرف های نو داشته باشیم. آیا شما وقتی میگین که تماس گرفتین یا عده‌ای مثلا از جوانان قراره به اصطلاح کاندید بشن برای مجلس، آیا خواست های جوانان هم به طور مشخص و تدوین شده مطرح شده به با برای مبارزات انتخاباتی برای اون کسانی که میخوان به هر حال خواست های جوانان رو پیش ببرن؟ ما شاهد اوتر کدام طرح نبودیم، ولی من فکر میکنم که شیوه مبارزات انتخاباتی جوانا بسیار متفاوت است. اونا بدون هزینه زیاد به مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی میکنن و من فکر میکنم مبارزات انتخاباتی جوانا در افغانستان بسیار پررنگ هم است و بسیار در حال بهتر شدن هم است از دید من. چون وقتمون تقریبا تموم شده آقای بختیار، من فقط اگر در دو جمله به من پاسخ بدید که الان جوانان افغانستان خواست اصلیشون از این انتخابات پیش رو، اگر دو تا خواست عمده بخواید مطرح بکنین چیه؟ دو خواست عمده که جوانان افغانستان از دید ما برای انتخابات پیش رو دارن، یک ایست که همگی به شمول دولت افغانستان تلاش کنه که انتخابات شفاف و انتخابات عادلانه باشه، و خواست دومشان ایست که هیچ کس در انتخابات مداخله نکنه و کل مردم افغانستان بتانن در انتخابات شرکت بکنن. خیلی متشکرم آقای رامز بختیار از شرکتون در برنامه. ممنون از شما.